به همه شما پگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. برنامه ساعت 9 آغاز شد که در آغاز برنامه بسته خبری یاوی مهمترین اخبار افغانستان جهان بود که تقدیم شما شد. سپاسگزار شما هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز مجله صبح اختصاص دادیم در مورد رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان، اینکه چقدر رسیدگی شده به این پرونده ها. مهمان من جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل اینجا هستن، حضور پیدا کردن و پرسش ها و دیدگاه های شما پاسخگو باشند. راه های تماس با ما 0791-6654 این شماره است که شما را در برنامه به گونه زنده وصل میکنه. اگر تماستان برقرار نمیشه و یا روی مورد قد میشه، راه دیگر نشانی فیسبوک ما هست میتونید و سر به نشانی فیسبوک ما بزنید، اونجا دیدگاه تان پای پست مرتبط به همین موضوع با ما شریک بسازین. اگر دوست داشتین در پیام خانه برای شما باز هست، میتونید پیام بگذارین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. آغاز برنامه از صمیمانه است. تمام شما بیننده عزیز خواهش میکنم زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیونتان پایین کنین و فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه، رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان در افغانستان. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب رسولی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. تا حالا به چند پرونده کلان خشونت در برابر زنان رسیدگی شده؟ اکثرا فعالین حقوق زن در افغانستان به این باور هستند که به پرونده های کلان خشونت در برابر زنان رسیدگی درست نمیشه، به گونه مثال فرخنده در کابل. تشکر میکنم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون شما، همچنان درود میفرستم بر روان پاک شهدای افغانستان، شهدای مردم افغانستان، خصوصا شهدای حوادث اخیر و خصوصا حادثه توریستی که جایگاه نداشت به علیه علمای دین و بس به مرزش ها و داشتای مردم افغانستان. خب امروز قبل از این بیم بی صحبت بکنیم، روز 25 نوامبر یا روز جهانی مو خشونت علیه زنان هم است. ایمیزی هم که شما ترتیب دادین، دعوت کردین، جا داره تشکری بکنم از شما و تشکری بکنم از سایر دوستای رسانه‌ای خود که همیشه دوشادوش دولت خود، دوشادوش مردم خود، دوشادوش نهادهایی که برای حمایت از حقوق زنا، حمایت از قربانی های خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان کار میکنن. شما هم سهم کلان و ارزنده ای را داشتین و این میزا دقیقا میزیز برای مبارزه با خشونت علیه زن یا پایان دادن خشونت علیه زنان. جا دارم متشکر کنم. میخوایم یک تعریف اول از خشونت علیه زن داشته باشم که اگر دوستایم هم سوالاتی می داشته باشن مرتبط به بحث ما باشه تا در ختم برنامه بتانیم یک نتیجه بندی یا جمع بندی داشته باشیم و زومیم بر سوال شما. خشونت علیه زن هم در قوانین بین المللی هم در قوانین ملی ما و شما گفته شده که هر نوع آسیبی که اساس جنسیتی داشته باشه و برای فیزیکی یا بدن زن، بر روح و روانش یا بر مالش صدمه وارد بکنه، این خشونت علیه زن. از جانب دیگه قبل از این، چون ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، ارزش گذاشتن و ارزش گذاری بر زنان از جمله اصول است که در دینم قرار داده شده. بنابراین کسی که برای زن احترام میکنه، کسی که برای مادر احترام میکنه، که دقیقا زنها مادرها هستن، ای پاداش عظیم بزرگی را از هم در دنیا و هم در آخرت وعده خداوندی است که برشان نصیب میشه. لویس آرمالی افغانستان مطابق با ماده 134 قانون اساسی کشور وظیفه تحقیق خشونت علیه زنان را دارد. نهادهای عدلی قضایی کار زنجیره ای را دارند. یک مرحله ابتدایی هست، مرحله متوسطی اوسطی هست و مرحله آخری که محکمه است. لویس آرمالی افغانستان در قسمت مبارزه با خشونت علیه زنان مثل که مبارزه با سایر جرایم است، در قسمت وسط قرار دارد. اول خب باید از طریق تریبیون یا میز به مردم افغانستان و مردم اطمینان بدیم که همه اجراءات ما به اساس مرزش های دینی و شرعی است، به اساس اساسات قانونی است که در قانون افغانستان پیش بینی شده، قانون اساسی کشور، قانون منع خشونت علیه زن. یعنی در کل هدف ما حفظ شیرازی خانواده، حفظ کیان خانواده و حمایت از خانواده و انتقال عدالت در داخل خانواده است. یعنی در اول میخوایم سوی تفاهم اگر داشته باشه رفع بکنیم که همه ما که میم صحبت میکنیم از مبارزه با خشونت علیه زن، به این معنا میخوایم خانواده را مستحکم بسازیم،
عدالت به خانواده انتقال بکنه، بر اندازه که خانواده، چون خانواده رکن اساسی اجتماع هست. خانواده رو وقتی تعریف میکنن میگن اجتماع یا جامعه کوچک است. بنابراین زمانی خانواده خوب حفاظت شود، خانواده صمیمیت داشته باشه، خانواده اما ارزش‌های اساسی را در یک خانواده رعایت شود، کسایی که از خانواده به جامعه تولید میشن، فرزندای خانواده چی دخترها چی هم پسرها باشه، میتونن یک جامعه سالمه بر ما و شما در بیرون تنظیم و ترسیم بکنن تا ما یک زندگی خوشبخت داشته باشیم. یک قسمت یا بوده بس رسولی سر اگر جستم باشه بینده موری خط است بجاست شما پاسخ میگیم تماسشونه. سلام به شما، بفرمایید. تماس بیننده ما متاسفانه قطع شد. بیننده عزیز اگر تماس شما قطع میشه میتونین سری به نشانی فیسبوک ما بزنین، اونجا دیدگاهتان با ما شریک بسازین. ادامه حرف شما رو میشنویم. رسیدگی به قضای خشونت علیه زن بیشتر تعریفی که ازی کرده و قانون من خشونت علیه زن هم مسائل را پیش بینی کرده، چون اجرات ما به اساس قانون است. در سالانه در حدود 2000 تا 2300 2500 قضیه از طرف سارنولی هم در مرکز و هم در ولایت رسیدگی میشه. امسالی که ما و شما هستیم آمار خشونت علیه زنان هم افزایش نشان میده و این هم ارزیابی و تحلیلی را که همکارای ما در داخل اداره دارن اوی است که دسترسی زنا بر عدالت بیشتر شده، آگاهی از مسائل قانونی و از حقوق زنا افزایش یافته، نهادها برای رسیدگی و سهم مشکلات و صدای زنا در دور و نزدیک کشور مراجع مشخص ایجاد شده، تا ای که هر کسی که شکایت داشته باشه یا به علیش خدای نخواسته تعدی و ظلم و تجاوز و مسائلی که حقوق از رضای کرده باشه بوده باشه، اینا میتونه شکایت های خود درج بکنن. به این اساس لویس آنوالیا وانستان به اساس ارزیابی های اخیر در قسمت رسیدگی به خشونت علیه زنان خود موفق میدانه، چون یک قسمت کار ما حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم است. حمایت از حیثیت، کرامت، عزت، شرافت و سربلندی مردم افغانستان است. بنابراین با درک مسئولیت یک قسمتی که میتونه برای حق زنا عمل خلاف قانون پیش بینی شه یا حقوق زنا رو تضییع بکنه همین خشونت علیه زنا. بنابراین لویس آنوالیا افغانستان با درک مسئولیت که حمایت و دفاع از حقوق مردم وظیفه‌اش است، کوشش کرده که در دور نزدیک مراجع را به خاطر استماع یا شنیدن شکایات خانم ها ایجاد بکنه تا به مشکلاتشان برسیم. ما بسیار مختصر از استوارده ما صحبت میکنم، باز میایم برای سوالات اگر اجازه باشه بعد از یک میان برنامه ادامه حرف شما جناب رسولی می داشته باشیم. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. وقفه. ادامه برنامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل هستند و بحث ما در رابطه با رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان در افغانستان است. شما هم بانوان شهروندی که در افغانستان زندگی میکنین، اگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین، امروز فرصت از شماست. میتونین زنگ بزنین، دیدگاه ها پرسشاتان را با جناب رسولی در میان بگذارین. راههای تماس با ما 0791 3654. اگر تماستان برقرار نمیشه با نشانی فیسبوک ما سر بزنین، اونجا دیدگاهتان با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین. معذرت میخوام، بسیار معذرت میخوام، صدای شما را درست نداریم. میشه بلندتر حرف بزنین؟ از کجا به تماس شدید؟ از ولایت کاپیسا. ولایت کاپیسا، درست است، بفرمایید. همین که خشونت علیه زنا گرد میزنه و خشونت علیه زنا دوبر آدم رو مجبور میکنم آدم کنکاف شود. چقدر حقوق زن که در اسلام خوبیش است، واضح است، دیگر چه رقم حقوق زنا در غرب خوبیش یا در اسلام، در کشور اسلام؟ با باور شما حقی را که اسلام به زن داده در افغانستان به درستی تطبیق میشه؟ خانواده رعایت میکنن؟ بله، چرا نمیکنن؟ سلامت باشین، تشکر که در برنامه
زنگ زدین و دیدگاهتان با ما شریک ساختین. روز شما خوش. جناب رسولی ادامه حرفای شما را میخواییم داشته باشون در رابطه به دستاوردهایتان میخواستین صحبت. تشکر. ارتباط به نظر برادر ما از ولایت کاپیسا باید خدمتشان عرض بکنم که ما در اول صحبتهای حرفای خود گفتیم که الحمدلله مسلمان هستیم، جامعه ما یک جامعه اسلامی است. بهترین حقوق و آزادی ها و ارزش ها در اسلام برای انسان در نظر گرفته شده. به خاطر ای که ما بتانیم ای حقوق و ای آزادی ها و ای ارزش ها را در جامعه خود پیاده بکنیم، حقوق وضعی به خاطر تنظیم ازی به زندگی هست. بنابراین قوانینی که امروز به خاطر مبارزه با خشونت در افغانستان وجود داره یا در قسمت مبارزه با ناهنجاری‌ها وجود داره، این خدای نخواسته در مخالفت با اسلام نیست، بلکه گرفته شده از اساسات دینی است. و شما ما یک مثال می‌خوایم بگوییم اینجا برادر ما که در ذهنشان چیز نمانه. و من بیشتر هم عرض کردم که قوانینی که در افغانستان ترتیب شده در ابتدایی هم صحبت شمیس، هدف شمیس که ما چگونه بتونیم خانواده را شیرازیش محفوظ نگاه بکنیم، از انباشی و از تقسیم و از تفریق و از طلاق جلوگیری بکنیم. این یکی از اهداف از این قانون است. بگونیم مثال، یک مثال بسیار واضح میگم. ازدواج حق طبیعی هر انسان است، درست؟ محض یک انسان تولد میشه به دنیا میاد، یک حقش حق ازدواج است. ولی شما میایین یک قانون را به خاطر از این که بقای نسل چون هدف ازدواج است، این را خوب تنظیم بکنین، در جامعه هرج و مرج به وجود نبیاید، کشمکش ها و ناهنجاری ها و ضایع شدن حقوق به وجود نبیاید، قانون را وضع میکنین، بگین که تا وقتی که دختر سن 16 سالگی و بچه هم سن 18 سالگی را تکمیل نکنه نمیتونه ازدواج بکنه. این مسائلی است که در بحث در فقه هم بسیار خوب سر صحبت شده. بنابراین قوانین خدای ناخواسته به این معنی نیست که با ارزش‌های ما شما در تضاد باشه، بلکه قوانین آمده امو حقوقی را که اسلام، امو حقوقی را که شریعت به ما شما داده، چگونه بتانیم از این حقوق استفاده بکنیم در نهایت امر یک زندگی آرام داشته باشیم. من گفتم که احترام گذاشتن به زن به عنوان یک اصل در اسلام ما و شما آمده. بنابراین وقتی که شما احترام میگذارین، مادر زن است، وقتی که شما مادر احترام میگذارین، برش پاداش اخروی در نظر گرفته شده. خدای ناخواسته سوی تفاهم با وجود نامده باشه، دولت ما، حکومت ما، مردم ما، کارمندای ما و کسایی که در آسیا کار میکنن همه افغان هستن، همه مسلمان هستن و از همه چیز کرده بر ما هم ارزش اسلامی و شرعی ما معتبر است. در ارتباط با دستاوردهای داری سارنوالی خصوصا یکی دو سال اخیر بعد از حکومت وحدت ملی متوجه به این شد که ما باید یک آسیب شناسی بکنیم در داخل اداره، یک نیاز سنجی کنیم که به چی نیاز داریم برای مبارزه با خشونت. مبارزه با خشونت علیه زن مثل مبارزه با فساد داری و سایر پدیده ها برای مجموع اقدامات نیاز داره. به این معنا که شما باید اقدامات عقیدتی فرهنگی داشته باشین، اقدامات تقنینی داشته باشین، اقدامات عدلی قضایی داشته باشین، اقدامات سیاسی داشته باشین و بحث مسائل دیگه. لوی سانوالی افغانستان با خشونت علیه زن با همو برخورد عدلی خود مبارزه میکنه. یعنی ما کسی که میایه عمل خشونت بار انجام میده، از طرف نهادهای امنیتی کشفی گرفتار میشه و به سارنوالی معرفی میشه، سارنوالی رو مجازات میکنه تا دوباره مرتکب عمل نشه و بر جامعه هم یک پیام برسه که اگه خودت خدای ناخواسته به حق کسی تجاوز بکنی، حق کسی رو سلب بکنی، در پشت سر خودت یک دستی وجود داره که خودت مجازات بکنی یا مانع شه. من لوی سانوالی افغانستان بر تمام این مسائل اقدام کرده، با وجود از اینکه وظیفه‌اش تنها روی کرده عدلی بوده، اما به خاطر از اینکه یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است، اگر شما عدالت به خانواده انتقال بدین، اگر خانواده صمیمی و سالم و درست داشته باشین، من پیشتر هم عرض کردم که جامعه شما یک جامعه سالم است، جامعه شما یک جامعه است که احترام برای حقوق مردم میکنه. اگر خانواده یک خانواده خشن باشه، در داخل خانواده همه روزه لت و کوب باشه، جار و جنجال باشه، اختلافات فکری وجود داشته باشه، به هیچ وجه شما نمیتونید یک فرزند سالم با جامعه بگذارید. ما شما هستیم که اجتماع را تشکیل دادیم. وقتی که ما شما از یک خانواده خشن اساس ما درست تربیت نشده باشه، جامعه را میریم به طرف خشونت میگیرند. بنابراین دوی سرمال افغانستان از برگزاری کنفرانس های ملی و سرتاسری در افغانستان که در اونجا جامعه مدنی، نماینده های علمای کشور، سارنوالا، قضات حضور داشتند،
تا اصلاحات در ساختار و اصلاحات در قسمت منابع بشری و ارائه دیدگاه ها و پالیسی ها دریغ نکرده. لویس آرمالی افغانستان تا 2 سال گذشته چندین کنفرانس ملی را به خاطر شناسایی مشکلات و راه حل هایش برگزار کرده. این مشکلات و این راه حل ها وقتی که تدوین شد ما بر این برنامه عمل ساختیم. لویس آرمالی افغانستان یک چیز در گذشته ها نگرانی مطرح می شد که خانم ها دسترسی بر حقوقشان ندارن، یعنی یک مرجعی نیست بر شکایتشان رسیدگی شود. در 2 سال قبل در 7 یا 8 ولایت سرانوالیای من خشونت علیه زن وجود داشت. امروز خوشبختانه در 34 ولایت افغانستان سرانوالیای من خشونت علیه زن وجود داره. همین برادر ما که از ولایت کاپسا صحبت کرد، گذشته هایی یک چیز تصور می رفت که خانم ها در سارانوالی ها حضور نداره، نمیتونن خانم ها بیان مشکلات خود شریک بسازن. لویس آرمالی افغانستان در یک ابتکار که روی دست گرفت و یک اقدام بی سابقه روی دست گرفت، امروز با او برنامه خود ما در 31 یا 32 ولایت افغانستان سارانوالای خانم داریم که بر رسیدگی به قضایات نه تنها خشونت علیه زن، سایر ناهنجاری ها و جنایات که صورت میگیره دوش و دوش برادرایشان با شجاعت، با توانایی، با ظرفیت و با حفظ تمام ارزش ها دارن کار میکنن. این جای خوشبختی و نیکبختی است. فعلا لویس آرمالی افغانستان بر نهادهای دیگه هم که حامی حقوق زن هستند، نهادهایی که مبارزه با خشونت علیه زن دارند، در مجالس رسمی و غیر رسمی برشان اعلان کرده که ما یک معاونیت خشونت علیه زن در چوکات لویس آرمالی افغانستان ایجاد کردیم. خانم ها مدیریت بیش از 13 ریاست همی فعلا در اداره سارانوالی دارن. ما به عنوان کسایی که با جزئیات قضای خشونت علیه زن دخیل هستیم، بر ما انگیزه ها، علل، عوامل و مشکلاتی که ناشی میشه از ارتکاب چنین جرایم با ما هست. بنابراین نهادهایی که میان پالیسی میسازن، نهادهایی که میان میکانیزما میسازن، نهادهایی که برنامه، نهادهایی که میخوان برنامه برای جلوگیری از خشونت علیه زن داشته باشن، بیان با ما یک جا شون، از ما امو واقعیت های عینی را خواهان شدن که ما برشان بتیم. چرا در یک خانواده خشونت اتفاق میفته؟ چون وقتی که تحقیق صورت میگیره، متضرر شناسی صورت میگیره، بالا یک خانم یک قربانی خشونت است. چرا قربانی خشونت شده؟ خودی قربانی کدام شخصیت داره؟ روش زندگیش چگونه بوده؟ سطح تحصیلش تا چه حد است؟ کسی که مرتکب چنین عمل شده، این لیول یا امو سطح تحصیلش تا چه اندازه است؟ در چگونه خانواده بوده؟ انگیزه ای عمل خلاف قانون چی هست؟ این همه داشته ها با ما هست. اگر از این داشته ها بیاییم برای پالیسی های خود استفاده بکنیم، نهادهایی که حامی و مبارز هستند در این قسمت، بیاین از این داشته های ما استفاده بکنن، ما واقعا میتونیم چیزهایی را تدوین بکنیم، پالیسی هایی را داشته باشیم که شاهد از بین رفتن خشونت، اگر در زودی های زود نبودیم شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم. ممنون شما جناب رسولی، به اجازه تان یک تماس پاسخ میگیم. برنده ماری خطه، سلام به شما، بفرمایید. سلام خواهر عزیز، صبحتان بخیر. شما سلامت باشین، صبح شما بخیر، بفرمایید برادر. سلام علیکم. سلامت باشین، صدای شما را داریم، بفرمایید. سلام علیکم خواهر عزیز، صبحتان بخیر. شما سلامت باشین، صبح شما بخیر، بفرمایید، منتظر دیدگاه شما هستم. سلام خواهر عزیز، محترم شما، تشکر میکنم تلویزیون شما که همچه برنامه را چی میکنین؟ نقیب الله هستم از ولایت قندوز با تماس شدیم. چی؟ خیلی خوب نقیب الله عزیز، بفرمایید. سوال ما نیست که خشونت علیه زنان متاسفانه یک دیده سرمول صاحبایی که در امام صاحب هستن از مدت زیاد میشن که در امام رسولی هستن، یک از شاسرهایی که میرن مشکل دارن، مشکلشان حل نمیکنن، یعنی تو بسار وضعیت خراب است، خواهرهای ما بسار زیر شکنجه هستن. یعنی میخواد سوال معظم محترم هم نیست که امی سرمول صاحبایی که یک مدت زیادی را تیر میکنن امیاره تغییر تبدیل میکنن امیاره. ممنون خودت، سوال گرفته شد بعد از یک میان برنامه، برنامه را دنبال کو، جناب رسولی با خودت پاسخ میده. برادرم بیننده عزیز، در ادامه برنامه با ما باشین. ادامه برنامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل هستن و بحث ما در رابطه با رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان در افغانستان است. شما هم اگر دیدگاه دارین، امروز فرصت از شماست، میتونین در برنامه اشتراک کنین. بیننده ما روی خط است، سلام به شما، بفرمایید. سلام، شما سلامت باشین، بفرمایید.
مثلا موضوع حقوق زنان سخنگوی درست ادوانی میگن که دولت مدارد اسلامی چیز دارد که دولت مدارد اسلامی فسطه که اما که خوشون علای زنان چی مانده که فساد دادی بر و خوشون علای زنان را سر اداری مقایسه میکنن فسطه دادی کردن حقوق زنان یا که بر برشتی کنن دو مجید همون خوشونت دو که خوشونت دو که زنها را بچاری مشکل سرفتن خانواده ها را هم باشنده طلاق ها دکتر خانم ها خانه از خانه هم قرار کردن و خوشنط گفته خوشنط گفته خوشنط چی هست؟ پس کنن یک دختر گفتگو میکنه این شد چیزی در جلبه روحی یه خوشی خوشنط نیست یک پره رنگ داره مثلا پس کنن دوست دختر خود تا نتیجه کنن تا سر کنن که دوزای کاری فکرهای داستن دیگه شوهر حق داره خانم خود بگه یک اگر سخت رو کن خانواده هست اگر سخت رو نرم میشه اما خود باید بخواهن که خوشنند کسی تا از سرنوالی میکشنن و بچور مشکل خانواده ها هم میپاشن و بچور مشکلات میشن بازه سرنوالی رد سرنوال چی میتن؟ اوزی که قرده یار کنه او خود دختر خانم و او خانم خانه که اطرافی از قرجات هست اونا چی نگه باید چطور مشکل از بخواهد دور برشوهد خود بخواهد نشوه گرفتن اون رو قیدش دورانه میسته رفت قید دورانه سر حتمی شفر از خانم جدا میشه درست در بینده عزیز شما خدا معرفی نکردین برادرم شما خدا معرفی نکردین اسمتان از کجا به تماس شدین میشنین صدای شما را داریم خدا معرفی نکردین میشنین؟ صدای شما را داریم دیدگاه شما گرفته شد خدا نگهدارتان دیدگاه خودشان نداشتن جناب رسولی چرا چنین دیدگاهی ایجاد شده؟ اگر کسی از حقوق زن، از حق زن، خشونت علی زن یا در برابر زن حرف میزنه گویا که میخواه خانواده را زن بپاشن یک چیز ما در اول صحبت خود صحبت کردم در اول صحبت خود اشاره کردم که یعنی تنها بحث خشونت علیه زن یگانه کاری دولت یا نهاد یا یک فرد نیست چون مناسبت داشت که روز ما آمدیم در این قسمت صحبت کردیم یک مکلفیت اساسی و مهم و خطیر و مهم است که ما باید کار بکنیم ما برای حقوق مردا هم تلاش میکنیم برای حقوق اطفال هم کوشش میکنیم تلاش میکنیم در بخش های مختلف کار صورت میگیره و من شما هم شاهد هستین مردم افغانستان هم شاهد است که از این میزان ما روزانه میایم صحبت های خود با مردم افغانستان میداشته باشیم اما چون امروز بحث ما اختصاص یافته بود در رابطه با قضایای خشونت علیه زنان اگر کسی بیا انکار بکنه که خشونت علیه زن در افغانستان وجود نداره این فکر میکنم قضاوت بسیار ناعادلانه است ما در حدود بیش از 2000 قضیه یک تحت کار ما قرار گرفته یک بار برادر ما لطف کنه تشریف بیارن به دفتر ما و ببینن که چی وضعیت جریان داره چگونه اعمال به علیه یک زن از طرف یک مرد اتفاق افتاده یا از طرف یک زن اتفاق افتاده یک بار بیان امیره ببینن خودشان قضاوت بکنن باز خود از اینا بگن که در برابر این شخص باید چی اقدام صورت بگیره حتی من مطمئن هستم که اگه اینا بیان برخورد یا روی کردیره که ما داریم به هیچ وجه برای اینا قابل پذیرش نیست چون ما به این معنی هدف سوی تفاهم نشه به این معنی که ما او طرفی هم که مرتکبی عمل شده او را انسان میدانیم دارای یک سلسله حقوق میدانیم از حقوق از او هم مکلف است دفاع بکنیم اما اگر بیای من از یک فرد یک وضعیت ببینه بر زودترین فرصت تصمیم شمی خواهد شد که شخص از بین ببرین دیگه بر جامعه ما مفید نیست بلکه به عنوان سرطان جامعه میتونه تلقی شود یک مسئله دوم هم ایست که چیزایی را که برادر ما گفت این کتگوری یا این درجه بندی پیش ما و پیش قانون و پیش مردم افغانستان وجود داره که کدام نوع از قضایا خشونت علیه زن است کدام نوع از این قضایا باید از طرف نهادها مورد رسیدگی قرار بگیره کدام قسمت از این میتونه در حل و فصلهای خانوادگی حل و فصل شد یعنی به این معنا نیست برادر ما گفت که با یک سوء تفاهم با یک گفت و شنود هم کسی به برخورد بکنه اگر برخورد ما موثر باشه چون برخورد عدلی است
ما برخورد ما عادلانه است، کدام نیت دیگه نداریم. نه. از طرف دیگه بیشتر هم عرض کردم که کار ما به خاطر حفظ اینی خانواده است، به خاطر سلامت از اینی خانواده است، به خاطر آرامش دی خانواده است. ما کدام پلاندگی یا این قانون پلاندگی نداره خدای ناخواسته خانواده را از هم دیگه تفریق بکنه، خانواده را جدا بکنه، امو سوء تفاهم بیشتر بسازه یا درز خانوادگی را بیشتر بسازه، به هیچ وجه مثلا. اما ما من حیث مسلمان، من حیث افغان، من حیث کسی که در این مملکت زندگی میکنیم، مکلفیت داریم برای حمایت از مردم، مکلفیت داریم برای مبارزه با بی‌عدالتی. شما وقتی که برادر شما به قتل میرسه، خدای ناخواسته برادر شما به قتل میرسه، شما میایین دستتان به گریبان سارنوال است یا پلیس است یا قاضی است که برای برادر ما دادخواهی بکو. اگر خواهر شما به قتل برسه، شما حاضر نیستین که بیاین برای او دادخواهی بکنین؟ قتل است. با توجه به وضعیت گذشته افغانستان آمدن یک اندازه اختصاصی ساختن، مثل که ایره ما پیشتر مقایسه نکردن که فساد با خشونت علیه زن یکسان است یا یکسان نیست. بعضی اوقات در جوامع یا در جامعه ها در این بعضی مسائل بسیار اوج میگیره، نیاز است به او برخورد تخصصی تر صورت بگیره. چرا ما امروز واحدهای اختصاصی خشونت علیه زن داریم؟ قضیه ترافیکی، قضیه قتل، قضیه مواد مخدر و سایر قضایای دکسارنوالی به صورت عمومی بررسی میشه، اما برای قضیه فساد اداری، قضیه خشونت علیه زن، قضیه اینو آن میان اختصاصی صحبت میکنن. وقتی که دولت مدارا متوجه مسئله شدن که یک قسمت کار بیشتر لنگش داره، تاثیرگذاری این بخش بالای جامعه و بالای زندگی ما، اثر منفی و مثبتش بیشتر است نسبت به مسائل دیگه، میان به یک توجهی خاص میداشته باشن. شما ایره با ما آیا موافق نیستین که اگر از یک خانواده خشن طفل به جامعه تقدیم شود، تا از یک خانواده سالمی که عدالت، ارزش ها و اساسات در خانواده رعایت میشه تقدیم شود، بین دو خانواده تفاوت وجود نداره؟ از نظر روانشناسی 100% وجود داره. بنان کار ما یا کار همکارای ما همین مسئله است که ما چطور میتونیم در خانواده عدالت انتقال بدیم، چطور میتونیم سوء تفاهم ها را برداریم، چطور میتونیم از زایع شدن حق یک شخص جلوگیری بکنیم. هیچ سوء تفاهم سسم ارتباط با برادر دیگه ما نقیب الله از ولایت قندوز، چون اونا ابتدا هم سوال داشتن بعد با اونا پاسخ میفتیم. برادر ما نقیب الله از ولایت قندوز صحبت کردن، تغییر و تبدیل بسیاری ها به این باور هستند که میگن یک اصل اداری است، من میگم یک نیاز اداری هم است، بعد تغییر و تبدیل صورت بگیره. اگر برادر ما بخواه آمار ارقام را که ما در تغییر و تبدیل داریم در یکی دو سال، اگر فکر بکنیم از 2000 هم بیشتر شده، طرز عمل ها و میکانیزم های مشخص برای تغییر و تبدیل سارنوالا وجود داره. ما وقتی که میم از اصلاحات صحبت میکنیم، من پیشتر هم گفتم یک قسمت اصلاحات هم اصلاحات ساختاری بود، قسمت دیگه اصلاحات استخدامی بود. جدا همکارای ما کارشان تحت نظارت اداری سارنوالی قرار داره. همین قسم که سارنوال لوی سارنوال افغانستان، رهبری سارنوالی از کار همکارای خود حمایت میکنن، دفاع میکنن، به شجاعتشان، به دلیریشان، به بزرگیشان، به مهربانیشان، با امو مقاومتشان در برابر مفسد، در برابر زورگو، در برابر قانون شکن مقاومت کلان از خود نشان میدن، اداره سارنوالی و رهبری سارنوالی از اینا تشکری میکنن. در کنار از او در صورت خدای ناخواسته خلاف طرز سلوک ما عمود سلوک میاری اینا برخورد بکنن، خدای ناخواسته قانون شکن باشن، با اونا برخورد صورت میگیره. ما آمار را چند روز قبل داشتم، در حدود بیش از 20 تا 30 سارنوال ما بوده که در یک سال گذشته تعقیب عدلی شده که اونا اعمال خلاف قانون انجام دادن، در قضای فسادداری دخیل بودن. بیش از 17 یا 18 سارنوال ما در یک سال گذشته با اونا برخوردهای اداری صورت گرفته، تغییر و تبدیل شده، توسعه شده. در این مورد هم اگر برادر ما کدام اسناد داشته باشه که اینا برخوردشان نادرست است، اجراهاتشان نادرست است، لطفاً بعد از برنامه با ما شریک بسازیم، مسئله رو تعقیب میکنم. در غیر از او شماره 180 در اداری سارنوالی فعال است، لطفاً با شماره 180 تماس بگیرین. ای سارنوالی ما کنترل مراقبت است، نظارت است، عملکرد همکارای ما در داخل اداره داره. اونا با توجه به صحبت های شما، داشته های شما، اسناد شما تصمیم میگیرن. در صورتی که اونجا مشکل وجود داشته باشه، در قسمت رفع مشکل هم اقدامات صورت میگیرن. ممنون شما جناب رسولی، امیدوار هستم بیننده ما پاسخ خود گرفته باشن. بیننده دیگر ما روی خط است، سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم خواجه، خوب هستین؟ شما سلامت باشین. کی از کجا به تماس شدین؟ غلام نسیگر هستم، از ولایت نیمروز به تماس شدیم. از ولایت نیمروز، خیلی خوب، از بفرمایید. موضوع برنامه شما رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان. بله. ما هم یک چند نکته داشتیم که میخواستیم باشه بعد شما برسنیم. دیگه این بود که برادرهای که حالی بیننده هستن که میبینند، میخواستیم بگم که در خانواده که جنجال و خشونت باشه، او خانواده به درستی پیش نمیره. دیگه بعد این خانواده باید بفهمم که زمانی که در خانواده محبت، علاقه، صمیمیت باشه، خانواده به خوبی پیش میره و او فرزندهای خانواده یک اشخاص درست به جامعه تقدیم بشه. دیگه هر برادر ما کوشش کنه که در خانواده خود صمیمیت، علاقه بیاره که باید چیزیش که یک جامعه مفید ما داشته باشه. بله، تشکر از که خانواده که در آن جنگ و جدال و خشونت باشه، فرزندان از خانواده یک اشخاصی بیرون میشه به جامعه که باعث خرابی مملکت و جامعه میشه. ممنون خودت. اگر دیدگاهت تمام شده باشه تماس تقطع میکنیم. ممنون که در برنامه اشتراک کردی برادرم. در ادامه برنامه با ما باشین. یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم. ادامه برنامه است و آخرین لحظات برنامه است. سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. دوست دارم در این لحظات کم برنامه که باقی مانده بازم دیدگاه شما را داشته باشم در برنامه. در ادامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب رسولی، سایر نهادهای دولتی مثل وزارت زنان و پلیس که در همکاری با شما قرار دارن، چقدر کار خودشان را به درستی انجام میدن؟ خب من نمیتونم اینجا قضاوت بکنم که این آدها تا چه اندازه کار درست انجام دادن، یعنی به کدام سروی یا گزارش هم از طرف موجود نداره. امیدوار هستم که نهادهای دیگه که ناظر هستن برای عملکرد حکومت و دولت اونا بیاین این قضاوت رو داشته باشن که کدام نهاد تانسته کار خود به درستی انجام بده و در کجا مشکلات وجود داره. اما آنچه که برمیگرده به سارنولی همیشه تلاش کرده که برنامه‌های هماهنگی و حمایتی را با این نهادها داشته باشه تا ای که ما بتانیم به شکل زنجیره‌ای و نزدیک با همدیگه کار بکنیم، این کار مشترک ما میتونه نتیجه خوب را برا داشته باشه. مثلا اگر پلیس یا کارمندای وزارت داخله کار خود به درستی انجام ندن، به هیچ وجه نمیتونه سارنولی آنچه که نیاز است برای رسیدگی و مبارزه با جرم جنایت او کار خود انجام بده. ولی جای خوشبختی است که امروز این هماهنگی و این تفاهم بین ادارات و نهادها وجود داره که ما با هم کار بکنیم. جلسات هماهنگی دوامدار وجود داره که صورت میگیره، از نزدیک در صورت یک مشکلات باشه با یک دیگه صحبت میشه، تفاهم اگر سوی تفاهماتی به وجود بیاید برداشته میشه. اگر بخوایم در یک کلمه بگیم، یک تفاهم کلی در راستای مبارزه با جرم جنایت بین نهادها به وجود آمده، یعنی کدام تفاوت دیدگاه یا ایگه پا وجود نداره. اگر وجود هم داشته باشه بسیار خوبی میتونیم حل بسازیم. اما ای که کی تا چه اندازه تانسته کار خود انجام بده، من قبلا هم گفتم که این مبارزه نیاز به مجموع اقدامات داره. یک اقدام نمیتونه کافی باشه، هرچند میتونه قابل ملاحظه باشه، خوب باشه، اما به هیچ وجه نمیتونه کافی باشه. بنابراین نیاز است که هر اداره و هر نهاد به اساس مکلفیت‌ها و وظایفی که برش سپرده شده کار را انجام بده. اگر تنها کار سارنولی کافی می بود، پس نیاز به اداراتی که شما یاد کردین نمی بود. حتما حضور نهادها نشان دهنده ای است که برخی کارها به دوش از اینا سپرده شده. بنابراین هر کس باید کار خود به درستی انجام بده. ما اعلام میکنیم از طریق همین میز در حضور شما بر مردم افغانستان و بر نهادهایی که در راستای مبارزه با خشونت کردن که لسان والی افغانستان از هر نوع طرح و از هر نوع انتقاد سازنده، از هر نوع
دیدگاه و نظری که ما را کمک بکنه در این وظیفه خطیر و مهمی که به دوش ما سپرده شده استقبال میکنه، به گرمی استقبال میکنه و اعلان هم میکنم که هیچ قضیه از قضایای خشونت علیه زن نیست در مرکز ولایت افغانستان که بدون اجراءات قانونی و بدون مسیر دادن باقی مانده باشه. این جای بسیار خوشبختی است بر مردم افغانستان که اعتماد کردن بر یک نهادی مثل سارنوالی، آمدن قضایای خود درج کردن و ما هم با این قضایا با امانت، با صداقت و قانونیت، با قاطعیت و جدیت رسیدگی کردیم. تشکری میکنم از همکارایم در مرکز ولایت افغانستان. ای آمار رکمه دادیم کار من نیست، ای کار یک نفر نیست، کار تیمی و مشترک تمام همکارای ماست که در دورترین ولایت افغانستان، در دورترین ولسوالی افغانستان کار میکنن. ما تشکری میکنم از شجاعتشان، از دلیریشان که با دل گرم، با قلب مهربان و با دستای پرقدرت، دستای آهنین فولادین به این قضا رسیدگی میکنن. هدف میست که با قلب مهربان به این معنا که به عنوان یک انسان، به عنوان کسی که هرچند خلاف قانون عملی را مرتکب شده، میان اینا به خاطر اصلاح از این کار میکنن. با دستای فولادین و دستان آهنین به این معنا که اینا هیچ وقت نمیگذارن که مرتکب عمل خلاف قانون از چنگال عدالت و از دستای عدالت فرار بکنن. ما تشکری میکنم از همکارایم، تشکری میکنم از مردم افغانستان در این راستا ما را کمک کردن، تشکری میکنم خصوصا از رسانه‌های محترم مثل تلویزیون محترم یک برنامه‌های خوبی را اندازی کرده. این برنامه شما نه تنهایی که ما میم پاسخگویی بر مردم میکنیم، از طرف دیدگاه‌ها بر ما کمک میکنه. مثلا اگر مشکلی در کار ما در جایی وجود داره، مردم نظارگر خوب ماست، میتونه ما را کمک کنه. دیدگاه‌های مردم هم ما را کمک میکنه، چی دیدگاه منفی باشه چی دیدگاه مثبت باشه. اگر دیدگاه منفی باشه حتما ما و نهادان نتونستیم کار را بکنیم. یکی دوم، در کلم ایرم باید قضاوت ناعادلانه نکنیم که امروز فضای خوب برای مبارزه، فضای خوب برای حضور و سهم زنا در جامعه با وجود آمده. نه تنها ناد سارنولی، شما اگر ببینین در سطح کابینه، قوای سیگانه دولت، خانم های با انرژی حضور دارن، کار میکنن، تلاش میکنن. اگر در میز ما شما هم صحبت بکنیم، ببینید یک نفر از خانم‌ها، یک نفر از آقا هست کار میکنن. ای به معنای دستاورد دولت افغانستان در راستای سهم و افزایش و حضور زنا هست. در قسمت ازی است که با خشونت نگفتن، اما از یک قسمتی خشونت، اما پدیده‌های جرمی است که بالای دیگه کسا هم اتفاق میفته. شما تا وقتی جامعه دارین جرم هست، اتفاق میفته. یک قسمت دیگه از این قسمتی که ناشی میشه از زیست و زندگی شما در جامعه، یک قسمت بس است. قسمت دیگه بس ما ای است که ما میتونیم که ارتباط نمیگیره با مثلا حادثه ترافیکی. شما بخواین نخواین، به خاطر از این که مردم به کار خود برسه و زندگی روزمره خود پیش بره، حادثه ترافیکی اتفاق میفته. اما شما یک قسمت حادثه ترافیکی را میتونین با لوایح، مقررات، آگاهی بخشیدن کاهش بدین. ما هم در قسمت مبارزه با خشونت علیه زن به می دیدگاه هستیم که یک قسمت از این را با هماهنگی، با انسجام، با دیدگاه مردم، با برخوردهای عدلی، با برخورد عقیدتی فرهنگی میتونیم کاهش بدیم. یک قسمت دیگه از این که ناشی میشه از زندگی روزمره ما در قسمت جلوگیری از اون تلاش باید بکنیم کاهش بفهم. بر دولت مثل افغانستان که دولت اسلامی خود میدانه، دولتی میدانه که مردم ملت از این که خود پیرو اساسات دینی و شرعی میدانه، خود امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میدانه، برای ما دیگه خشونت علیه زن به این شکلی که وجود داره قابل پذیرش نیست. وقتی خود مسلمان میدانیم، وقتی که خود رهرو پیشگاه خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میدانیم، پس ببینیم که برخورد ما یا عمل ما و اجراءات ما تا چه اندازه با او اساسات ما عیار است. بنابراین دولت افغانستان، مردم افغانستان با پدیده خشونت نسبت به هر کشور دیگه و نسبت به هر جامعه دیگه باید با جدیت و قاطعیت نه بگویند، تا اینکه ما ثابت بسازیم که مسلمان ها و مردم افغانستان همین قسمی که شجاعت در قسمت های دیگه داره، در قسمت ای بی‌عدالتی هم شجاعت دارن و استاده هستن. ممنون شما جناب رسولی که حضور پیدا کردین در برنامه. روز شما خوش. از شما هم تشکر، از همکارای تکنیکی تون هم تشکر و از بینندای محترم. سلامت باشین شما. بینندای عزیز، از شما نیز سپاسگزار هستم. روزتان خوش. خدا نگهدار همه‌تون.